خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. دیشب در برنامه همیهنان گرامی اشاره کردم به این مسئله که وزارت ارشاد اسلامی از مراسمی که قرار بود سینماگران ایران به خاطر برنده شدن اسکار اصغر فرهادی برگزار بکنه جلوگیری کرد و به این موضوع اشاره کردم. برای این دوباره امروز این موضوع رو تأکید میکنم برش که اگر در هر کشوری دیگری، عقب افتاده ترین کشورهای جهان و پیشرفته ترین کشورهای جهان، هر حکومت مستبد و یا دموکرات، اگر یک سینماگرش بجز آمریکا که محل اسکار برنده جایزه اسکار میشد، اون کارگردان سینما، اون فیلمنامه نویس و همه کسانی که در ساخت یک فیلمی که برنده اسکار شده، تمام مردم و دولت و دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های اون کشور بسیج می‌شدند برای اینکه این افتخار رو هرچه بیشتر راجع بهش صحبت بکنن و ماها، شاید هم سالها در مورد این سوژه صحبت می‌کردن. چون اگر خاطرتون باشه از آسیا فقط ژاپن توانست برنده جایزه اسکار بشه فیلمش، بعد ایتالیایی ها، کسانی مثل فلینی، مثل ویتوریو دوسیکا، اینا کسانی بودن که برنده اسکار شدن خارج از به اصطلاح آمریکا. بنابراین در اون منطقه ما، در اون منطقه بلازده، در منطقه‌ای که روزی ده ها نفر به وسیله افراطی‌های اسلامی، چه شیعه‌اش و چه سنی ها و وهابی‌هاش، به خاطر مسائل کوچک دینی، میدونید همه مسلمان هم دیگه، هم وهابی ها، هم سنی ها، هم شیعیان، البته وهابی ها رو جز سنی ها حساب میکنیم، هر دو به یک کتاب اعتقاد دارن، هر دو به یک پیامبر اعتقاد دارن، ولی همدیگر رو میکشن برن بهشت. در یک همچین کشورهایی، در یک همچین منطقهی، یه آدمی مثل اصغر فرهادی اومده فیلمی ساخته. این فیلم، هم فیلم نامش و هم خود کارگردانی این فیلم برنده جایزه اسکار شده. البته فیلم نامه رو بهش ولی کاندیدا شد، جایزه بهش تعلق نگرفت. در حکومت بلازده ما که یک مشت روزخان قدرت رو در دست گرفتن، هیچ کس نبایستی محبوبیت پیدا کنه جز رئیس روزخانه علی خامنه. و روی این موضوع من دیشب تأکید کردم که نگاه کنید از روز اولی که این رژیم مستقر شده، چه رهبر کبیرشون روح الله خمینی و چه جانشین برحقش در جنایات علی خامنه ای، نگذاشتن تو اون مملکت کسی جز رهبر که اون بالا نشسته کوچکترین توجهی رو به خودش جلب کنه. حکومت، حکومت اراذل و اوباش هم یعنی گرفت، در همه حکومت‌های فاشیستی در زمان نازی‌ها همه توان قدرت حکومت متمرکز شده بود بر هیتلر، در ایتالیا در موسولینی، نمونه‌های دیگه پینوشه، صدام حسین، قذافی. اما باز در این نوع حکومت ها آدم های درجه دو و سه بودن که باز مورد توجه بودن. حتی در زمان روح الله خمینی اگر دقت کرده بودید، همین مردک رفسنجانی که یکی از پایه های رژیم جهل و جنون جنایته، میشست به عنوان رئیس مجلس، نمیدونم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعدن، و
به عنوان رئیس جمهور اظهار نظر میکرد. اما در زمان رئیس روزخانها علی خامنه‌ای هیچ کس اجازه نداره در اون مملکت حتی اگر درخشانترین کارها رو انجام بده و مورد توجه جهان قرار بگیره بیاد اظهار وجود بکنه. بلافاصله دستگاه‌های امنیتی و اراذل اوباش دوربر رئیس روزخانها سعی میکنن او رو از اون معروفیت پایین بکشن، لجنمالش کنن و خانه نشینش کنن یا مجبور به فرارش کنن. اصغر فرهادی رو اجازه ندادند این مراسم بزرگداشت رو براش برگزار کنن. برگزار کنندگان این مجلس فقط یک اشاره کوچک بزرگداشتی برای اصغر فرهادی برگزار می شد. چه خطری برای شما داشت؟ چه خطری داره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در ایران؟ مراسمی که دو تا ایمیل دارم الان از باکو پایتخت آذربایجان و از دوشنبه پایتخت تاجیکستان. در این کشورها رسانه‌های گروهی همپای مردم و دولت مراسم چهارشنبه سوری رو که در ایران بزرگ برگزار شده میشد برگزار کرد. در صلح و آرامش و در هیجان و خوشحالی مردم. رفتار حکومت ملاها و آخوندها باعث شد که مردم از سر لجبازی افراطی مراسم چهارشنبه سوری رو برگزار کنن، بمبای دستی منفجر کنن و سعی کنن عقده‌هایی رو که در این ملت خفه کردن، این خواسته‌هایی که در این ملت خفه شده و به شکل عقده در اومده در جوونا، نتیجه‌اش اینه که دست به کارهای افراطی می‌زنن. ولی اصل مطلب برگزاری مراسم چهارشنبه سوری چه خطری رو متوجه رژیم می‌کرد؟ این ملاهای مثل مکارم شیرازی، نوری همدانی، این مفتخورایی که به اسم آیت العظما در قوم و نمیدونم نجف و این ور اون ور نشستن، خفه خون گرفتن در مورد جنایات که تو زندانهای رژیم میشه، کوچکترین عکس العملی نشون نمیدن، ولی این جور جاها بلافاصله میان وسط و میگن این خرافه پرستیه اگر شما از روی آتش بپرید. اینا هنوز درک نکردن آتش در بین ایران باستان چه نقشی داشته. آتش یعنی روشنایی، آتش یعنی از بین بردن پلیدی ها، آتش اولین دستاورد بشر بوده، نه پرستش آتش. فالگوش، غذای مخصوص، آجیل چهارشنبه سوری، پرش از روی آتش، چه خطری رو میتونه متوجه رژیم بکنه؟ اینا بیمارن همیهنان گرامی، اینا بیمار روانی هن، اینا با هر نوع شادی مردم مخالفن. اینا دوست دارن مردم در یک حسینیه بزرگ به اسم ایران دائم گریه کنن. روح الله خمینی میگفت اسلام با گریه و روزه باید پایدار بمونه. یعنی اسلام یعنی آخونده. اگه روزه نبود، اگه گریه نبود، آخونده بعد از گرسنگی میمردن. راست میگفت مردک. مراسم چهارشنبه سوری اما برگزار شد در ایران و برگزار خواهد شد. چهار تا ملا و آخوند به قول شادروان بختیار که به شکل پرانتز تو مملکت ما اومدن نمیتونن با سنت‌های ایرانی مبارزه کنن به هیچ وجه. تمام کوششون رو به کار بستن، نوروز رو از بین ببرن، چهارشنبه سوری رو از بین ببرن، جشن صدر رو از بین ببرن، رفتن مردم به تخت جمشید رو از بین ببرن، اونجا رو ساختمان‌های طاغوت بگن. ولی روز به روز اهمیت این نوع جشن‌ها و این جور اماکن برای مردم ما بیشتر و بیشتر میشه. اینا نتونستن اون خواسته های مردم ما رو سرکوب کنن. اما همینان گرامی
سوال از این ملاهای فعلا حاکم و این آیت العظماهای قلابی اینه که مراسم چهارشنبه سوری خرافه است یا زنجیر زدن و قمه زدن یا چای جمکران درست کردن یا مردم رو به خرافه پرستی سوق دادن که مسئول مستقیمش حکومت ملاها و همین آیت العظماهای قلابی هست. چه کسانی از خرافه صحبت میکنن که سرتاپای حکومتشون پر از خرافه است؟ جاده‌ای که آقا امام زمان ازش عبور میکنه در زمان همین مردک دلقک احمدی نژاد در پست شهرداری به وجود اومد. مطلب بعدی که همین انانی گرامی میخواستم بهش اشاره کنم، خیلی راجع به چهارشنبه سوری و این کارهای رژیم میشه صحبت کرد ساعتها. شما همه خودتون کسانی که در ایران هستن شاهد این توحش رژیم هستن. یه جوانی مثل سردار رادان قانون گذار شده. یه بحثی است که من همیشه روی این بحث، این طرفداری از رژیم گذشته نیست. اون رژیم، من بارها در برنامه هم گفتم، اون رژیم آزادی‌های مردم رو گرفت، آزادی‌های سیاسی مردم رو گرفته بود و هر چیزی که مربوط به آگاهی سیاسی بود، سندیکا، حزب، روزنامه، اینا رو جلوش رو می‌گرفت. اما بسیاری از زمینه‌ها آزادی داشتن مردم. اینی نمی‌شه منکر شد. حالا شما می‌خواید با اون رژیم موافق باشید یا مخالف باشید، اینا به قول خودشون آزادی، بهار آزادی رو برای میهن ما میخواستن بیارن. کار ما به جایی رسیده که شما نه در منزلتون، نه در محل کارتون، نه در خیابان، نه در هیچ جا امنیت ندارید. این جانیان فعلا حاکم و اراذل و اوباش دورورشون قانونگذاری میکنن، هر کدومشون برای خودشون قانونگذارن. آقای رادان جانی میگه اگر شلوارتو بکنی تو پوتین به اسلام دهنکجی کردی. آدم ها رو میگیرن میبرن توی کریزک، کتکشون میزنن، شکنجهشون میدن، بهشون تجاوز میکنن، بعد میکشنشون. بعد میگن به پزشکی مثل پوراندرجانی میگن بنویس اینا مننژیت داشتن. بعد جانی درجه یک، سعید مرتضوی و همین مردک رادان، احمدی مقدم، بقیه جانی ها نه تنها مورد مؤاخذه قرار نمی گیرن بلکه پست می گیرن، تشویق می شن. شما موندین این سعید مرتضوی بالاخره این جانیه یا نه؟ این آدم در جنایت کهریزک نقش درجه یک داشته با کمک همین رادان و بقیه اراذل اوباش یا نه؟ دو ساله این جانی ها همینطور میگن ایشون تحت تعقیب سعید مرتضوی، بعد میگن ایشون اومده شده رئیس نمیدونم مبارزه با ارز و قاچاق، بعد حالا تأمین اجتماعی رو دادن، بزرگترین مؤسسه ایران رو دادن دست این جانی که نماینده های قلابی همین مجلس شورای اسلامی یه نامه نوشتن به احمدی نژاد که آقا ایشون پرونده داره. اونم میدونی به چه دلیل؟ به دلیلی که آقای روح الامینی، محسن پسرش، در این کهریزک مورد تجاوز قرار گرفت، بعد کشتنش. وگرنه کسی به داد مردم نمیرسید. امروز من گفتگو میکنم با خانواده رحمانی در ترکیه. اینها توانستن از ایران خارج بشن. مادر این خانواده قراره با من صحبت بکنه اگر امکان ارتباط برقرار بشه. پسر این خانم رو گرفتن کشتن در اثر اون اتومبیلی که گویا من اینجور که شنیدم، حالا خودشون توضیح میده. بهش گفتن اگر در مورد فرزندت تبلیغات بکنی با وسایل ارتباط جمعی خارجی، رسانه‌های خارجی، بقیه بچه‌هات هم می‌کشه. نذاشتن حتی اینا مراسم برگزار کنن برای عزیزانشون. همینا میگن حکومت الله
اولین حکومت الله بر روی کره زمینه، حکومت آقا امام زمانه، یک روحانی در رأسشه. بهار آزادی رو آوردن برای ما، اسلام به خطر افتاده اومدن نجاتش دادن. اون مرده که هوشمند گفت، اون آخونده گفت شما نمیخواد تبلیغ کنید آدم ها بیان مسلمان بشن شیعه بشن، برین جلوی شیعیانی که دارن فرار میکنن بگیرین. خودشون گفتن اگر مجاز باشن مردم ایران برای انتخاب دین مورد نظرشون، میلیون ها نفر خارج میشن از دین. نه این که دین اسلام بدتر از ادیان دیگه است، نه، به دلیل رفتار کثیف این ملاها و آخوندها. میلیون ها ایرانی میان بیرون برای اینکه میگن وقتی که ما شاهدیم در خیابان های تهران یا شهرستان های ایران در برابر چشم ما بچه ها رو میکشن، بعد مسئله رو برعکس جلوه میدن. حالا 1400 سال پیش امام حسین و سرای کربلا، پس معلوم همینا داستانه. به کلی مسائل شک کردن مردم، برای اینکه اینا نماینده ها و ویترین اون اسلام هست. من اصلا مطلقا قصدم حمله به نظرات شخصی و دین شخصی آدم ها نیست، ولی متاسفانه اینطوری همینانی گروه. این سرخوردگی از ملاها و آخوندها سبب رویگردانی مردم از دینشون شده، دین سنتیشون، دینی که پدر مادر خانوادهشون بهش اعتقاد داشتن. من متاسفم، نمیدونم که نمیتونیم باشون تماس بگیریم. من خواهش میکنم از آقای شهاب در ترکیه اگر امکان داره با تلویزیون پارس تماس بگیرن، چون هر چقدر کوشش میکنن نمیتونن با اونا تماس برقرار کنن. اما همینانی گرامی، در برنامه امروز من مهمان دیگری دارم، دکتر حسن ماسالی، از دوستان بسیار قدیمی من، فعال سیاسی. سال دهه هاست دکتر حسن نظری حسن نظری از دوستان بسیار قدیمی من بود که متاسفانه فوت کرد، و برای حسن ماسالی آرزوی عمر طولانی دارم. البته دکتر ماسالی خوشبختانه به شهر ما آمده، به لس آنجلس. شهر ما که چه عرض کنم، به لس آنجلس آمده، و این یه فرصت مغتنمی است برای من که گفتگوی بکنم با یکی از قدیمی ترین فعالان سیاسی. و امیدوار هستم که خانواده آقای رحمانی هم، یعنی مادر گرامی آقای رحمانی، بتوانند با ما تماس برقرار کنند. اما یک اشاره کوچکی هم میکنم به آقای خاتمی. آقای خاتمی در آخرین صحبت که کردن با تأکید بر لزوم انتقاد و اصلاح از درون نظام، آقای خاتمی گفت من به صراحت اعلام میکنم که همه بزرگان و عزیزان از جمله آقایان کروبی و موسوی هم همین را قبول دارند، و اگر انتقاد و اعتراضی هست در درون نظام هست، نه علیه آن. همین الان دیگه عمری بود ما اینو میگفتیم که آقا اینها جنبش بزرگ مردم ایران رو از درون خفه کردن، در این حال که احترام قائلم برای آقای کروبی و موسوی که تا به حال خوب اومدن جلو، ولی اینها معتقد به رژیمن، اینها معتقد به نظامن در چارچوب قانون اساسیش، نمیخوان نظام عوض شه. ولی مردم ما خواهان کلیت رژیم هستن که برن. این خیلی فرقه. یعنی چی امام فرزانه؟ اون امام فرزانه دستور کشتار بین 5 تا 10 هزار نفر رو صادر کرد. بزرگترین جنایات در زندان همون نمیدونم امام کبیر اتفاق افتاد. درون نظام یعنی چی؟ نظام باید باقی بمونه یه تغییرات جزئی یعنی چی؟ و این مسئله ایست که
مردم ایران نسبت بهش دیگه اعتقادی نداشتن. در یک محیط هیجانی به خاطر اعتراض به انتخابات آمدن بیرون و تموم شد. اینی که مردم سوریه از مردم ما وطن پرستر و شجاعتر هستن اینطوری نیست. مردم سوریه میدونن که عاقبت باید بشار اسد و کلیت رژیم سوریه بره، همونطوری که قذافی رفت، همونطوری که صدام حسین رفت. ولی در ایران اینطوری نیست. مردم بیان کشته بدن برای که فرض کنید آقای رئیس روزخانه‌ها یه خود اختیارش کمتر بشه، آقای جنتی بره یکی دیگه بیاد بشینه اونجا و بازی همینطور. این خواست مردم ایرانه؟ بعد از اون همه کشتارها، شکنجه‌ها، آزارها، نابودی خانواده‌ها. بله، خواهش می‌کنم خانواده رحمانی اگر صحبت‌های ما رو می‌شنوند با تلویزیون پارس تماس بگیرن و از این فرصت استفاده بشه. اگر امروز نشود شاید در برنامه‌های دیگه من بتوانم باشون صحبت بکنم. من سعی خودم رو کردم. اما قبل از اینکه با دکتر موسوی صحبت بکنم به دو تا مسئله اشاره کنم. مجله فردوسی شماره جدیدش همین انانی گرامی امروز درآمد. شما میتوانید با عباس پهلوان با نظراتش موافق باشید یا مخالف، ولی نمیتونید منکر وجود یک مجله باشید که افکار و عقاید مختلف درش جمع و نویسندگان و فرهیختگان اهل ادب، هنر و سیاست مقاله می‌نویسند. بسیار مجله جالبی. یکی میدونید که حسین مهری یکی از بهترین برنامه سازان ایرانی در خارج از کشور، بعد از کتاب صد مقاله کتاب دومی رو منتشر کرده همین چند روز گذشته به اسم 120 روایت. کتاب بسیار جالبیه. من فرصت ندارم وگرنه این تیتر نوشته ها رو براتون میخوندم. بسیار جامع این کتاب چاپ شده با قلم سلیس و روان و رسای حسین مهری که به عقیده من یک رفرم در مصاحبه به وجود آورده، یه مکتب جدید به وجود آورده. ما کمتر کسی رو داشتیم که قد اشراف داشته باشه بر مصاحبه و اطلاعات کافی و جالب داشته باشه که اگر چنانچه مصاحبه با کسی که مصاحبه میکنه کوچکتری انحرافی به وجود بیاد او رو بیاره بر سر سوال اصلی و سوالات دیگری از متن گفتهاش در بیاره. حسین مهری نازنی این کتاب 120 روایت رو منتشر کرد. شما برای سفارش این کتاب میتونید به شماره 310، آهسته میگم و تکرار میکنم، به شماره 310 207-19-69 تکرار میکنم 310-207-19-69 زنگ بزنید و کتاب رو سفارش بدید. دکتر موسوی درود بر شما. درود فراوان، خیلی متشکرم ازت. سپاسگزارم دکتر موسوی، دعوت من رو پذیرفتید و به برنامه من اومدید. مدت هاست که با شما صحبت نکرده بودم. من همیشه دوست دارم با شما دکتر موسوی صحبت بکنم برای اینکه شما در گفتگوهایی که با هم داشتیم همیشه خیلی شفاف بدون اینکه کج و موج بکنید حرفاتونو زدید و این خیلی جالبه. برای دکتر موسوی اوضاع رو چگونه می‌بینید بعد از این انتخابات مجلس نهم و این تقلبات که انجام شد و تشکری که رهبر کرد؟ خالی بودن صحنه‌های انتخابات که دیگه مسخره بود. 130 خبرنگار هم دعوت کردن، اینا رو چپوندن توی اتوبوس 3-4 جا بردن، بعدم بهشون اجازه ندادن هیچ جای دیگه برن، بعدم سوار هواپیماشون کردن گفتن برگردین. ولی تبلیغات شدید که بله این دفعه چون رهبر گفت حداقل از 60 به بالا 60% باید باشه، کردن 64.5% مردم شرکت کردن از همه دوره‌ها بیشتر و با تقلب حالا الان هم میدونید به دوره دوم انداختن که بعضی محاسبات رو انجام بدن، اون زیر سازش های با هم دیگه بکنن که کیو بیارن کیو نبرن. از این حرف آقای حداد عادل رو که میدونید که عضو دفتر شهبانو فرح بوده در زمان رژیم گذشته و حالا رئیس فرهنگستان و دختری زن آقای
مشتباس و پسراش حزب‌اللهی و نماینده اول تهران شد. بله، میخواستم نظرتون نسبت به این جریانات بدونم. بله، من تا اونجایی که من حتی برخی از مقالاتی رو که از زمان این حیله‌گری ها و حقوق‌بازی هایی که از زمان به خصوص حالا زمان خمینی که قتل عام ها شروع شد، ترور و اختناق و بعد افرادی مثل خاتمی پا به میدان گذاشتن با لبخند گویا میخواهند جامعه رو درش رفرم ایجاد کنن، دموکراسی رو بیارن به نام دموکراسی اسلامی و غیره، از همون زمان بله این مقالات رو من بار دیگه رجوع کردم، الان کپیش همرامه. همون موقع نوشتم که این آقای خاتمی دروغ میگوید و بعد این جریانات ادامه 8 سال هم به مردم ایران دروغ گفت و هم محافل بین‌المللی رو فریب. البته بعضی از این محافل بین‌المللی هم آگاهی داشتن که این داره دروغ میگه، ولی خب مساله اونا ایجاب میکرد که باز کوشش بکنن از درون همون رژیم منافع خودشون رو تأمین بکنن و این بازی همچنان ادامه داره و ادامه پیدا کرد تا اینکه پدیده‌ای به نام کروبی و نمیدونم موسوی و اینها از نارضایتی مردم سوء استفاده کردن و خودشون رو خواستن به عنوان آلترناتیو دموکراتیک جا بزنن. مردم که از این ترور و اختناق و از این سیاست فالانج مابانه و افراطی احمدی نژاد به سطوح اومده بودن، در نتیجه کوشش کردن که از این به اصطلاح به عنوان تاکتیک استفاده بکنن از این تضادها و غیره. ولی من همون موقع باز مقاله‌ای نوشتم، در گفتگوهای تلویزیونی و رادیویی اعلام کردم که به مردم نمیشه ایراد گرفت، برای اینکه نه از رهبری درست و کاردانی برخوردارن، نه یک اتحاد وسیع از نیروهای سیاسی وجود داره که به مردم امید بده. دکتر مسئله ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، از ترکیه آقای تماس شهاب گرفتن. خیلی بله. بسیار عالی تماس گرفتن، میبخشید من حرفتون رو فراموش نکنید، من چون اینا پشت خط هستن خیلی مشکلم گرفتن. بله. اجازه بدید شما بعدن باهاتون صحبت. آقای شهاب نازنین درود بر شما. درود بر شما جناب آقای فرجی. آقای شهاب شما خودتون شهابین یا از برادران؟ بله بله، من شهاب هستم جناب آقای فرجی از ترکیه. اگر اجازه بدید من بدون فوت وقت در اختیار خانم رحمانی میذارم شما با ایشون صحبت کنید. بله. اگر اجازه بفرمایید. حتما بعد از بنده نداری. خانم رحمانی درود بر شما. خانم رحمانی صدای منو میشنوین؟ درود بر شما. بله درود بر شما. خانم رحمانی برای من با شنوندگان و بینندگان ما بفرمایید که شما کی از ایران اومدید بیرون، علت آمدنتون از ایران بیرون چی بوده و فرزند شما در چه جریانی شهید شد؟ بله، من یک خانم 56 ساله هستم به نام فاطمه نوروی، مادر شهید شاهرخ رحمانی، که من 2 سال پیش فرزندم شهید شده تو تظاهرات میدون ولیعصر که ماشین یه اتومبیلی زیر گرفته، اون فرزند من بود ولی مقامات قضایی منکر این بودن که اون به من وقتی ما مراجعه کردیم اونجا به ما گفتن که فرزند شما تصادف کرده، پس خود رو هم سرقتی بوده، 2 نفر رو زیر کرده که متواری شده راننده، به ما هیچ جوابی ندادن. اون موقع من این بچه رو که این فرزندم رو اینجور شهید کردم، به قول من رو پدرش رو 10 سال پیش از دست داده بود، تو یتیمی اینو بزرگ کردم، فرزندی که بهرش رو ببینم، ولی بدبختانه اینجوری که اینو از دست من گرفتم این فرزند من. خانم رحمانی سوال من اینه، فرزند شما زمانی که به وسیله این اتومبیل زیر گرفته شد، اون اتومبیل شهربانی بود که توی فیلم‌ها هم نشون میدادن، همونه؟
بله 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 همونو میخوام بگم. صبح فرزند من مثل روال همیشه از من خداحافظی کرد و رفت. بعد ما هم فرزندای منم به جز اونم دو تا پسر و یه دختر دارم که هر کدوم من با دخترم بودم ولی پسرام هم هر کدوم سویی بودم برای خودشون، چون روز عاشورا بود که وقتی ما تا ساعت 2-3 بعد از دورم بیرون بودیم ولی میدونستیم که شلوغی هست، که درگیریایی تو هر منطقه هست میدیدیم. ما تو میشدیدم که تو ستارخان و نمیدونم همه جای به قول معروف اینجان بودن. خانم روح خانم رحمانی ببخش، وقتی ما ساعت 3 بعد از دور به خونه مراجعه کردیم یک نفر زنگ ما رو زد، بعد ولی دختر من رفت جلو در. دخترم وقتی رفت جلو در آیفون رو برداشت و گفتن که یه شماره دادن که این برادر شما تصادف کرده، به این شماره زنگ بزنید از حال ایشون با خبر بشید. دختر منم به خاطر پریشانی من به من نگفتن، بعد برادرشون رو با تلفنی تماس گرفتن و به برادرشون گفتن، ولی به اتفاق ما رفتیم اونجا که کلانتری بچم رو ببینم، ولی اونجا متاسفانه گفتن نیست، گفتن تو جاده کندوان فرزند شما تصادف کرده با دو سه تا از دوستاش. گفتیم خب دوستاش کیا هستن و چجوره، که گفتن که نمیدونیم ما، فقط مثلا فرزند من اونجا، ولی جواب درست حسابی به قول معروف به ما ندادن. خانم رحمانی اجازه بدین، خانم رحمانی الان دارن اون صحنه که فرزند شما رو اتومبیل شهربانی زیرش کرده داره نشون میده تلویزیون و کاملا ثابت میکنه که این مأمور شهربانی بوده فرزند شما رو زیر گرفته و بعد یک دفعه هم عقب اومده و فرزند شما رو برای بار دوم زیر گرفته و فرار کرده. من خودم دیدم. بله. خودم من اون صحنه ها رو بعدها تو ماهواره خیلی دیدم متاسفانه، ولی به اینا گفتیم، هر وقت گفتم به مقامات فضایی به هر جا مراجعه کردم منکر شدم. بعد که من یه سری عکسای همین و خودمون بچه ها گرفته بودن همه رو پرونده کردم بردم گذاشتم لای پرونده اکسا رو، گفتم شکایت کردم به مقامات قضایی که فرزند من و شما میدین تصادف کرده، اینجوری به این فاجعه کشتش. خانم رحمانی سوال اجازه خانم رحمانی ببخشید من چون فرصتم خیلی کمه خیلی سریع به من بفرمایید، به شما گفتن چی اگر راجع به این موضوع تبلیغ بکنید چه اتفاقی براتون میفته؟ بله به ما گفتن که جنازه بچه‌تون کهریزکه، بعد برادرش بره شناسایی کنه یا شما. من که دل اونو نداشتم که نتونستم برم، ولی فرض پسرم رفته بود از دور دیده بود اونجا یکم فریاد و اینا که بماند، بردن و بعد باهاش برخورد بعدی داشتن و پسرم ترسون کرده بود یه 17 روزی، عکساش موجود هستش. تهدیدهای خیلی زیادی بود. بعدم به من گفتن که جنازه رو به این چیز میدیم به شما که بعد فرزندهای دیگر هم هست مراسمات رو ببینه، صدا و بی سر و صدا به هیچ مقاماتی چیزی نباید بگی، نباید حرفی به کسی بزنی، برو مراسمات رو بی سر و صدا اگر میخوای برگزار کن. ولی متاسفانه تو مراسمات هم تمام دوره بر ما پر تمام مامورای ضد اطلاعات و اینا بودن، حتی روز 40 بچم زدن شیشه ماشین رو عکس بچم، انقدر اینا چیز بودن که با نمیدونم آجر زده بودن چی تو شیشه اتومبیل رو عکس بچه من، که همسایه‌ها در ما رو زدن و گفتن که شیشه ماشینتون رو خود کردن، ماشینتون رو از بین بردن. خانم رحمانی ببخشید شما چند روز الان آمدی ترکیه؟ یک هفته نشده، چند روزیه. من این فرزندم که الان گفتم ترسون کرده بود، این به خاطر این نمیتونستم از ایران بیام بیرون، چون که این فرزند من گذرنامه نداشت، ممنوع خروج شده بود، به خاطر این مونده بودم اونجا در خفقان زندگی میکردم، ولی تعامل میکردم. بیشترشم تو ترکیه دخترم دانشجو بود، بیشتر پیش دخترم میمدم میموندم.
حالا نمیتونستم ایران بمونم، ولی چون فرزندم هم اونجا متواری بود و همش این بر اون و دنبالش بودم، نمیتونستیم طاقت بیاریم. وقتی دیگه اون از کوها رد کردم، گفتن ممنوع خروج، اینا نمیتونی پاسپورت بگیری، از کوها اومدن و رد شدن به مرز ترکیه، ما هم اومدیم دیگه، گفتم اعلام پناهندگی کنم، وگرنه من اگر میتونستم همون روزای اول میومدم و این کار رو میکردم، چون به قول معروف دیگه اونجا مملکتی نیست که بشینی و یوم با مردمش مدارا کنی. اینا که دم از اسلام میزنن، مسلمونم، چجور روز عاشورا که میگن امام حسین کشتن، اینا خودشون چندین بچه رو بسن بچه من اونجوری کشتن. اینا خب همون همش از شمر دم میزنن، خودشون از شمر وطنن که خانم رحمانی خیلی ممنونم، ببخشید وقت برنامه من تموم شده، تا امیدوارم که یک بار دیگه با شما صحبت بکنم. خب آقای موسوی عزیز ببخشید وقتا فشرده است، عذر میخوام. بله خواهش میکنم، خیلی مهم بود بله. که بشنویم که بله. بفرمایید آقای موسوی. بله من خیلی فشرده، چون وقت محدوده، خیلی فشرده میگم. این میبینیم این نمونه ای از همین دردهای جامعه ماست، و بنابراین این خودش باید برای ما پند باشه. نمونه های فراوان اینجوری هست. الان بیش از 30 ساله واقعا مردم رو دارن قتل عام میکنن، و من بارها اعلام کردم، به خصوص در چندین مقاله هم این رو تشریح کردم، که این رژیم رژیم فاشیستیه. با فاشیسم که گفتگو نداریم، در چارچوب فاشیسم که انتخابات آزاد معنی نداره. بنابراین بعضی از محافل و گروه ها که هنوز میخوان تاکتیک بزنن، حالا راجب اونهایی میگم که حدودی حسنیت دارن، بعضی هستن که عوامل وابسته به رژیم هستن، ولی به اون بخشی از اپوزیسیون مخاطب من اونهایی هستن که خیال میکنن تاکتیک میخوان بزنن از طریق کروبی، موسوی یا نمیدونم خاتمی، از درون این سیستم یه چیزی مثبتی در بیارن. به نظر من این باز همون تکرار اون اشتباهات و خطاهای تاریخی که از انقلاب مشروط تا به حال ادامه داشته، تاکتیک بزن استراتژیک بخور، و همین باعث شده که ما روند واپسگرایی رو طی کردیم. بنابراین من عقیده دارم ضروریه ما کسایی که میخوان باز با همین رژیم سر و کار داشته باشن، با اونها کاری نداشته باشیم. صفوف خودمون رو باید مشخص بکنیم، کسایی که هر کسی که لزومی نداره که در همه ابعاد مبارزه شرکت، حتی اون کسی که تو خونش نشسته ولی میگه من حاضر نیستم با این رژیم کار بکنم، حاضر نیستم اونو تایید بکنم، من به نظرم اونها متحد ما هستن، و ما باید در کسایی که در ابعاد مختلف با این رژیم مخالفت میکنن در داخل جامعه و خارج از جامعه، دست به دست هم بدیم و راه حل مشترکی پیدا بکنیم. تکی این گروه یا اون فرد یا اون محفل به جایی نخواهد رسید. آه. و این رژیم رو نه تنها آقای خامنه ای، احمدی نژاد، اینها نیست، ما باید کل این سیستم رو، کل این مناسبات ارتجاعی فاشیستی ما قبل تاریخ رو از بین برداریم و کاری بکنیم که به نهادهای ارتجاعی و فرهنگی که به وسیله اونها تسلط پیدا میکنن باز و جامعه، با اونها مقابله کنیم. نه تنها برای برکناری این رژیم به طور بنیادی کار بکنیم، خطاهای گذشته رو تکرار نکنیم و بدونیم چه چیزی میخواییم جایگزین اون بکنیم که به دموکراسی برسیم. تنها به دموکراسی برای چند ماه یا چند سال دست یافتن ممکنه از تضادهای بین‌المللی داخلی استفاده بکنیم برسیم. ما از جمله اشاره ام بکنم، من چون از زمان دانش آموزی و دانشجویی در زمان مصدق به دموکراسی، یکی از دستاوردهای مثبت این بوده که زمان مصدق نه حزب درستی داشت، نه تشکیلات درستی داشت، ولی آدم با درایتی بود، از تضادهای بین‌المللی درونی استفاده کرد و فضایی به وجود آورد که 27 ماه حداقل دموکراسی در ایران، دشمنانش و طرفدارانش همه میتونستن در مبارزه اجتماعی سیاسی شرکت کنن. ولی نقص اون دوران این بود که ما باید برای ما درسی باشه که تنها دموکراسی رو برای چند مدت معینی داشتن در اثر درایت یه عده‌ای فلان کافی نیست. ما باید بیاموزیم چگونه
این دموکراسی رو ازش حفاظت بکنیم. اینا استمرار ببخشیم، چگونه نهادهایی رو به وجود بیاریم، احزاب مدرنی شکل بگیرن، نه اینکه با همین زد و بند و نمیدونم تاکتیک بزن استراتژیک بخور. اینا مثلا عوامل مختلفی برای این عقب موندگی جامعه ما وجود داشته داره، ولی مثلا یکی از اون عوامل به اصطلاح عقب موندگی بافت اقتصادی و اجتماعی طبقاتی جامعه ما بوده که از نظر علمی بررسی میکنن میگن شیوه تولید آسیایی باعث شده بوده اینا، ولی هند هم همین پیشینه تاریخی رو داشته، ولی اونها با درایت رهبران سیاسی اون کشور و احزاب اونها درسته بسیاری از تضادهای اقتصادی و اینا حل نشده، هنوز تضاد طبقاتی عظیمی در هند وجود داره، ولی یک کشوریه که مسیر دموکراسی خواهی رو داره طی میکنه. و ما چرا مدعیان سیاسی و دموکراسی خواهی چرا درس نمی آموزیم از خطاها و یا از پیشرفت‌های سایر کشورها؟ این نکاتیه که به سهم خودم دنبالش هستم و لزومی نداره هر کسی یه نفر از ما نسخه بنویسه یا حرفی رو بزنه بگه همه بیاییم در نهار. ما با گوناگونی اندیشه باید پوشش بکنیم، یه مخرج مشترکی پیدا بکنیم در راه دموکراسی، برای اول از همه برای برچیدن تمام عیار این رژیم و بعد برای استقرار یک قدرت جایگزین و دموکراسی و برابری طلبی و رفع تبعیض مبارزه بود. دکتر ماسلی سیاد فرصت نداریم، فقط من این به این موضوع اشاره میکنم با در نظر گرفتن این فعالیت هایی که شما در واشنگتن فعلا چون زندگی میکنید در واشنگتن، خب مرتب با این لابی های مختلف کنگره ارتباط برقرار میکنید، راجع به ایران صحبت میکنید با این به اصطلاح سناتورهای آمریکایی، با محافل آمریکایی. به عقیده شما آیا واقعا این کشورهای غربی در این شرایط خواهان کمک و همراهی به مردم ایران هستن برای سرنگونی رژیم؟ من میتونم بگم من بیشتر عمر خودم رو در اروپا گذروندم، تجربه از زمان کنفدراسیون و غیره غیره تا یه 10-15 سال اخیرم یه تجربه در امریکا، تجربه در امریکا به دست آوردم. من هم با پارلمان اروپا تماس داشتم، با فرکشن های مختلف از چپ تا محافظه‌کار در امریکا، هم در دوران های ریاست جمهوری مختلف با وزارت خارجه، با نمایندگان مجلس گفتگو داشتم. به این نتیجه رسیدم که در درجه اول اینها دنبال منافع خودشون است و ببیننم حتی از طریق یک بخشی از همین رژیم یه جوری که این تضاد علنی و دشمنی علنی علیهشون نباشه، علیه اسرائیل نباشه، حاضرن با بخشی از همین مرتجعین و جنایتکاران کنار بیان و به اصطلاح توجیه بکنن مناسبات سیاسی خودشون. یک عامل دیگه هم هست و این یه واقعیت تلخیه. اینها چرا این کارو میکنن؟ برای اینی که اپوزیسیون ایران پراکنده و تو سر هم دیگه میزنه، از اینی که ما نیاموختیم از چپ گرفته تا محافظه‌کار ولی اعتقاد به دموکراسی داشته باشیم، داریم و خواستار جدایی دین از حکومت هستیم، منافع مردم رو میخوایم، انسان دوستیم، اگه همه این ادعاها رو داریم، چرا هر کی گروه خودش رو داشته باشه، نظریات خودش هم پخش کنه، ولی چرا با هم بحث و گفتگو نمی کنیم، حاضر نیستیم یک مخرج مشترک پیدا بکنیم، تبدیل بشیم به یک نیروی هماهنگ، سازمان یافته، قدرتمند در داخل و خارج از کشور؟ اون موقع با ایجاد، نه اینکه با به خاطر اینی که اونها دموکرات میشن نسبت برای منافع ما، ما میتونیم با ایجاد بالانس قدرت، توازن قوا، مجبور بکنیم این کشورها رو که منافع مردم ایران و کشور ایران را محترم بشمارن. اون موقع من مطمئن هستم و دیده شده در طول تاریخ سایر کشورها حتی در مورد ایران، موقعی حاضرن به اصطلاح به دموکراسی اعتقاد بذارن که ببینن یک نیروی متحد و بالقوه وجود داره. بنابراین من عقیده دارم به جای اینکه فحاشی بکنیم به آمریکا، به اروپا یا همچنین، من میتونم نقد بکنم، ما قسمت عمده کارمون رو بر این مبنا بذاریم که اول این کمبودها و نواقص درونی خودمون رو برطرف بکنیم تا بعد بتونیم بگیم ما قدرت داریم، شما مجبورین منافع مردم ما رو تضمین بکنید، توجه کردین؟ بنابراین تا زمانی که این شرایط، به نظر من اینها حتی ممکنه متوسل به جنگ بشن
و براشون هم مهم نیست. من حتی یه مقاله هم نوشتم به عنوان تز دو دنیا که این افراد مختلفی در مورد این اظهار نظر کردن. نظریه پرداز اصلی من نبودم ولی اون رو قبول دارم که بسیاری از کشورهای اروپا به نسبیه و آمریکا، آفریقا، آمریکای لاتین و بخشی از آسیا رو مردمان درجه دوم، انسانهای درجه دو محسوب میکنن. براشون مهم نیست جنگ را بندازن، بکشن، تجزیه بکنن، مملکت تیکه تیکه بکنن، حتی بمباران بکنن تاسیسات اتمی ایران رو. به طور مثال این یه رژیم دیوانه است و فاشیستیه. آیا راه حل اینه که تاسیسات اتمی ایران رو بمباران بکنن و بعد در اثر اشعه رادیواکتیو چندین هزار نفر، چند میلیون نفر از بین بره، مملکت و آثار تاریخیش و انسان‌ها نابود بشن؟ این راه حله؟ چرا حاضر نیستن به جنبش دموکراسی خواهی حمایت کنن؟ چرا مسائل حقوق بشر رو مطرح نمی کنن که بیش از 30 سال دارن آدم می کشن؟ آمار تهیه شده، یکی از این گروه ها که داره کار میکنه همین خانواده داد کشته شدگان هست، قربانیان هست، به نام ایران تریبونال الان داره کوشش میکنه یه دادگاهی برگزار بشه بر علیه جمهوری اسلامی به خاطر ارتکاب به جنایت علیه بشریت. یه دادگاه مستقل میخوان سازماندهی بکنن. ولی چی هست که چرا نمیان از این مسائل حمایت بکنن؟ البته این دوستان دیدن این خصلت این حکومت ها، اینا رو اعلان کردن که نمیخوان از این حکومت ها کمک بخوان. ولی من در اینجا مخاطبم به این متمولین ایرانیه، بیش از 3 میلیون ایرانی مرفه و میلیاردر در همین اروپا، آمریکا، کانادا غیره داریم. چرا از همین قوانین اینجا استفاده میکنن یک کاری را بندازن از همین آوارگانی که الان میبینیم در ترکیه هستن، در عراق هستن، در پاکستان هستن، از اینا حمایت بکنن؟ چرا از این خانواده های داغ دیده قربانی دادن در ایران حاضر نیستن به یه نحوی حمایت بکنن؟ بنابراین یه مشکل اساسی هم ما داریم. ما باید این مشکلات رو فرهنگی رو و سیاسی رو تشکیلاتی رو مرتفع بکنیم. من خودم به سهم خودم با تمام این کمبودان چیزهایی که وجود داره و به اصطلاح انحرافاتی که وجود ناامید نیستم و به نظر من ما نباید ناامید بشیم، باید دست به دست هم بدیم و غلبه بکنیم بر این ضعف ها و کمبود. خیلی سپاسگزارم دکتر مسئله عزیز. من متأسفانه وقت برنامه به پایان رسید، میبخشید. من دلم می‌خواست بیشتر با شما بحث می‌کردم راجع به این مسائل، ولی دقیقاً این صحبتایی که می‌کنید من قبول دارم. در بحث‌های خودم تو تلویزیون به این مسائل اشاره کردم. ما اول باید اون نیروی منسجمه به قول شما، اون سر اون چیزایی که محوری با همدیگه به توافق برسیم، در این حال که عقاید خودمون رو داریم، تا بتوانیم در برابر این کشورها بگیم آقا ما یه نیروی منسجمی هستیم در داخل و خارج کشور، رو بیشتر خارج از کشور. و راه چاره هم در ایران این کلیت این رژیم باید بره تا واقعا این بازی ها را دست اینا بگیریم، برای اینکه اینا دارن بازی میکنن. تو که شما الان هیچ دولتی نمیتوانست اینقدر به دولت‌های فروشنده اسلحه کمک بکنه که جمهوری اسلامی کرد. یه چیزی بوده 130 میلیارد دلار داره به این کشورهای کوچیک کوچیک خلیج فارس گوش می‌کنید، از قطر گرفته امارات متحده عربی، عمان، نمی‌دونم بحرین، عربستان سعودی دارن اسلحه می‌فروشن. خب اینا منافعش که متوجه غرب دیگه. پس بنابراین الان مسئله اصلی اینا مسئله اتمی، به قول شما اگر رو مسئله اتمی توافق بکنن مطمئن باشید که مسائل حقوق بشر در ایران فراموش. بله، کاملا درست. بسیار سپاسگزارم دکتر مصطفی عزیز از حضورتون در این برنامه. همینان گرامی، به همین جا برنامه من به پایان رسید. یک بار دیگه تکرار میکنم، کسانی که مایل به خرید کتاب 120 روایت حسین مهری نازنین هستند میتوانند با شماره 310-207-1969 تماس بگیرن و این کتابو سفارش بدن. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.